سلام دوستان، به کانال دکتر سلامت خوش اومدین. اگر شما جزو افرادی هستید که زیاد توی خواب خور و پف میکنید، حتما بعد از دیدن این ویدیو دنبال راه حلی برای حل مشکلتون میگردید. پزشکان چینی در یک مطالعه جدید هشدار دادند افرادی که حین خواب زیاد خور و پف میکنند بیشتر در معرض خطر سکته مغزی هستند. در بررسی که روی بیش از 25,000 نفر انجام گرفت، مشخص شد که به دلیل افزایش خطر لخته شدن خون، احتمال مرگ ناشی از سکته مغزی در افرادی که در خواب خور و پف می‌کنند بیش از 2 برابر است. پزشکان چینی همچنین در این مطالعه دریافتند که احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی نیز در این افراد 80% بیشتر است. هنگامی که فرد به خواب می رود، ماهیچه‌های مجاری تنفسی وی آرام و منبسط می شوند و این امر می تواند در برخی افراد مشکل ساز شده و نفس فرد حداقل به مدت 10 ثانیه قطع شود. جریان هوا در مقابل بافت نرمی که در مسیر عبورش قرار دارد مرتعش می شود و صدای خور و پف را ایجاد می کند. همچنین هنگامی که مغز از قطع شدن نفس آگاه می شود، سیگنالی را به ماهیچه های مجرای هوایی ارسال می کند تا مجدد منقبض شوند. در موارد خفیف، ابتلا به وقفه تنفسی حین خواب، این پدیده هر 10 دقیقه یک بار اتفاق می افتد. اما در موارد وخیمتر باعث می شود خواب فرد کاملا تحت تاثیر این پدیده قرار گیرد. پزشکان چینی معتقدند خطر فزاینده سکته مغزی در افرادی که زیاد خور و پف می‌کنند از این مشکل نشأت می‌گیرد که جریان خون در مغز و قلب با وقفه‌های مداوم تنفس مختل می‌شود و در رسیدن خون به این اعضای حیاتی مشکل ایجاد می‌کند. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، حتما ما رو سابسکرایب کنید.